خوش آمدین هموطنان عزیز. آرزومند هستم تا ایدم با ما بوده باشین، ما رو تنها نگذاشته باشین. داشتای بخش پایم خانه تقدیم داشت و حالا هم خوشبخت بونم مهمان دارستیم. شبانه جان با معرفی میگیره. بله، با آقای میرویس امین استاد دانشگاه با شما هستیم دوستای عزیز و در مورد پیام ماه مبارک رمضان برای ما، اینکه بیشتر کدام پیامدها را داره و چطور بتانیم در یک ماه مبارک رمضان هستیم، بیشتر همون نکات مهمی که از در نظر بگیریم، صحبت های زیاد را با جناب استاد داشته باشیم. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح خیری به شما و جمعی همکاران تکنیک و همه بیننده عزیز تلویزیون. روزه تان مبارک، انشالله که بخیر آغاز کرده باشین. طاعات عبادات شما و همه مسلمین انشالله به درگاه حق قبول و مقبول باشه. خوشحال هستم که یک بار دیگه در کنار شما هستم. ممنونتان استاد، خیلی خرسندم از اینکه شما در کنار خود دارید و ماه مبارک رمضان شما هم مبارک میگیم. آرزومند هستم روز اولش خیلی به خوبی و خوشی تا ایدم البته سپری شده باشه. بیشتر صحبت در مورد پیام ماه مبارک رمضان برای ما میخوایم بشنویم از شما بیشتر. واقعا روزه به عنوان یک ارزش دینی یا به عنوان یکی از نمادهای دینیه که انسان را دعوت میکنه بر دینداری، انسان را دعوت میکنه به خیشتنداری و بر بندگی و حضرت حق، بدون شک جزوی از ارزش‌های بسیار کلان و مهم دینی هستن. اما روزه من فکر میکنم در باطن امر یا در ظاهر امر هرچند روزه به معنی نخوردن و ننوشیدن است، اما در باطن امر یک نوع برداشت دینیه که اتفاقا خودم شخصی دارم ایست که روزه انسان را دعوت میکنه برای بندگی، برای معنویت، برای اخلاق، برای عبودیت محض، برای تساهل، برای رواداری، برای انسانیت. اینا ما فکر میکنم جزی از ارزش‌های معنوی هستن که روزه انسان را اتفاقا تشویق و ترغیب میکنه که یک انسانی که مسلمان هست، دیندار هست و به روزه باورمند هست، در باطن امر باید همچو مسائل و همچو ارزش‌های را باید مد نظر بگیره. روزه ما فکر میکنم در کنار از این که در حقیقت نخوردن ناشامیدن است، بزرگترین کارش و بزرگترین دعوتش اخلاقی زیستن در یک جامعه است. در شرایطی که یا در یک وضعیتی که در ظاهر امر خستگی رمضان، تشنگی رمضان انسان‌ها را بسیار در واقع یعنی زجر میده، فشار وارد میکنه و انسان‌ها متاسفانه میشه اخلاقشان، حوصله‌شان تنگ میشه، اما در باطن امر من فکر میکنم که بزرگترین صلاح رمضان یا بزرگترین نیروی رمضان همیست که انسان‌ها را به اصطلاح انسان بسازه و اون ارزش‌هایی که پیشتر ما یادآوری کردیم با تمامی همی ارزش‌ها انسان را مجهز بسازه و تقدیم بر جامعه بکنه. من فکر میکنم بزرگترین پیام رمضان در شکل کلیش همی بوده میتونه. واقعا استاد، ماه مبارک رمضان یک ماه خیلی خوب و پرفیض و پربرکت هست و فرصت خوب است به خاطر تغییر همون عادات و اخلاق نادرست و ناشایسته که ما داریم. چطور یک فرد از این فرصت استفاده کنه زمانی که ماه مبارک رمضان فرا میرسه، با حوصله‌مندی کامل با برخوردی که داره و تغییراتی که باید در خودش بیاره بیشتر و پیش بره؟ دقیقا رمضان در کنار از اینکه پیشتر گفتیم اما یک سلسله از خواستهای خاص خود داره که ما از سحر تا شام منتظر چیزی نمیخوریم، چیزی نمینوشیم، در کنار از او طاعات و عبادات و در واقع ریاضت را که یک مسلمان در ماه مبارک رمضان میکشد بدون شک باید هم بکشه. من باور من ایست، هرچند در شریعت دینی ما روی مسائل عبادی در ماه مبارک رمضان بسیار زیاد یعنی تاکید شده و همواره علمای دینی از همین آدرس برای ما و شما ارشادات خود همیشه داشتن، پیام رمضان رساندن. من فکر میکنم یکی از فرصتی که بسیار بر یک انسان دست میده در ماه مبارک رمضان نیست که دین برای ما معرفی کرده است، او است که در ماه مبارک رمضان ما دهه رحمت، دهه مغفرت و دهه را داریم که یعنی در واقع فرصت پذیرش دعا برای تمامی بندگان مخلص و خداوندی باز میشه. از این لحاظ یعنی برای یک انسان مسلمان و برای یک انسانی که با همی اصول و با همی ارزش‌های واقعا آراسته است، یک فضا و یک بستر بسیار خوبی است که ما توکل بکنیم بر خداوند، از کارهایی که واقعا یعنی کردیم،
چی درست بوده چی نادرست بوده، یک توبه و یک آمرزش داشته باشیم و کارهایی که کردیم یک عقبگرد داشته باشیم که ما در یک سالی که گذشت واقعا چه کارهای خوب کردیم و چه کارهای بد کردیم، همچو برای نگاه ها و همچو در واقع برای خود رسیدگی کردن، یک بار برای خود یعنی در واقع خیشتنداری کردن. و فکر میکنم که یعنی جز کارهای باید باشه که یک انسان بتونه به شکل بسیار احسن ترش در این ماه مبارک رمضان، یعنی واقعا که یک ماه پربرکت و بافیض است، بر خود رسیدگی بکنه از کارهای زشت و ناروا و آن چیزی که به دیگران، بر یک انسان دیگه، بر یک جامعه در واقع میتونه مضر تمام شوه، از همچون کارهای واقعا یعنی خود را دوری بکنه. من فکر میکنم که یک اخلاق اسلامیش کم کم در جنبه عملیش داره حاکم میشه، نهادی نشوه. و من فکر میکنم بزرگترین رسالت رمضان و بزرگترین رسالت روزه همیست که ما را انسان بسازه، انسانی که در راه عبودیت ما و در راه دینداری ما محکمتر شویم، در راه ایجاد روابط انسانی و اخلاقی با مردم دیگه خوبتر شویم و بتانیم یک فضای خوب اسلامی انسانی را در جامعه ما ایجاد بکنیم. در واقع میتونه جزی از روش ها و اصول های بسیار پذیرفته شده و معقول باشه که یک انسان روزدار در همچه شرایط واقعا متوسل شوه، خود را بسازه، خانواده خود را بسازه و بعدش هم با یک سلسله از ارشادات خوب و رفتارهای خوب به سمت در واقع اخلاق زیستن و سمت جامعه بره. بله دقیقاً. خب استاد شما حرفای خیلی قشنگ را گفتین، میخوام بیشتر در این مورد هم بشنویم. بعضی هستن که در این ماه پربرکت عصبانی میشن، زود از خود یک عکس العمل نشان میده، چقدر این میتونن بالای روح روانشان تأثیر گذار باشه؟ و اگرچه ما میگیم یک ماه مبارک رمضان، یعنی یک ماه است که با صبر و حوصله میتونن پیش برن بدون کدام جنجال، بدون کدام اینکه بالای خود فشار زیاد بیارن. پس این مورد هم میخوام بشنوم شما. دقیقاً رمضان یا روزداری در ظاهر امر یک امتحان است، یک امتحانی است که یعنی دین و خداوند برای ما به خاطر اینکه ما چقدر تحمل تشنگی و گشنگی را داریم برای ما یعنی در واقع را حاکم ساخته، ولی در باطن امر و در پیام این است که انسان خداوند در واقع هم ظرفیت و توان بندگی را داره به امتحان میگیره. من فکر میکنم یک انسانی که در حقیقت از تشنگی و گرسنگی یعنی خلقش به تنگ میآید و همیشه عصبانی است، همیشه حرف دیگران بالایش بسیار گرنگ تمام میشه، با آسانی نمیتونه با مردم کنار بیاید، این من فکر میکنم جزئی از کارهایی است که متاسفانه یک مسلمان دیگه او را از روزه یعنی در واقع برداشت خوب نکرده. روزه میخواد امتحان بکنه ای که یک انسان مسلمان چقدر میتونه با سایر انسانهای دیگه یعنی به صورت اخلاقیش کنار بیاید، به صورت انسانیش برخورد کرده میتونه، حسادتش، کینش، غرور و تکبر اینهایش در واقع در ماه مبارک رمضان بشکنه. همه اینها در واقع به قول متفکرین مسلمان یک نوع نو شدن دین هست، نو شدن باورهاست، نو شدن افکار و عقیده است که یک روزه و رمضان بر انسان باید خطاب بکنه. من فکر میکنم که ما باید در مقابل ای که حسادت ما زیاد است، رمضان ایره میخواه بر ما بگویه که شما حسادتان را کم بکنین، غیبتتان را کم بکنین، در قضاوت زندگی مردم کمتر مداخله بکنین، اخلاقتان را خوبتر بکنین. من فکر میکنم تمامی این همی ابعاده که یعنی به لحاظ اخلاقی و به لحاظ انسانی واقعا این خوب و معقول هستن، بزرگترین پیام معنوی و پیام باطنی رمضان در حقیقت روزداری یا دوری جستن از همچه مسائلی است که ما شما نمونهش از عصبانی کردن یک فرد یادآوری کردیم. اتفاقا روزه همیره بر ما میخواه بگویه که شما در ماه مبارک رمضان با حوصله باشین، با متانت باشین، صبر و تحمل داشته باشین و این از جزو کارهایی است که رمضان برای ما باید بکنه. و ما اگر خود مسلمان میگیریم در کنارش انسان میگیریم، باید همچه مسائل برای ما مهم باشه، در اولویت کاری ما باشه و بتانیم از این ماه مبارک رمضان یک فیض بسیار خوبتر بگیریم انشاءالله. ممنون شما استاد از یک تشریف آوردین. اگر حرفی هست کوتاهش نمیاد شما. سلامت باشین، بخیر باشین. در این برنامه میخوایم یادآوری بکنم چون ماه پرفیض و با برکت است، ما یک پیام و یک پیشنهاد برای
تجارای ملی، برای نهادهای خیریه دارم که در این ماه مبارک رمضان مردم و فقیر و بیچاره را تنها نگذارن، وضعیت از اونها را درک بکنن. متاسفانه در کابل و در تمامی ولایت افغانستان مردم های را داریم که برای سحری خود نان ندارن، برای افطاری خود غذا ندارن، اونها را هم مد نظر بگیرن و تنها برای خود فکر نکنن و اگر میخواهند که اما فیض و معنویات رمضان را بیشتر کسب بکنن، برای مردم فقیر و بیچاره هم توجه داشته باشن. ممنون شما. حالا هم یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشین و تنها نگذارید.